اتفاقا به دوران انقلاب اشاره کردید، حوادث و رویدادهای اون روزها. شما اوایل انقلاب یه سرودی رو خوندید، آهنگی که من میخوام از همکارانم خواهش بکنم قسمت کوتاهی از اون رو پخش بکنن. این روزها دوباره همون سرودی که شما اون سالا خوندید با تصاویر جدیدی دارن پخش میکنن. حالا نکته ای هست بعد از شنیدنشون رو با شما در میون میذارم. خواهش میکنم. جواب یک ندا قلبی آمد به خروش گفت خان بله. خب این سرودی بود که در دوران انقلاب خونده شد. درباره این هاتف یه مقدار توضیح میدی و ظاهرا ما همون مشکلات رو به نوعی دیگری بعد از گذشت این سالها داریم، نظر چیست؟ ببینید این سرود هم به دوباره همون بخشی از مبارزه‌های زمان انقلاب بود که در واقع در صف مردم بودن بود. این سرود رو بعد از انقلاب شاعرش با من تماس گرفت، آقای مسعود هوشمند. من 15-16 ساله بیشتر نبودم و آقای درخشان آهنگش رو ساخته بودن، من رو در اردوهای رامسر، اردوهای هنری رامسر دیده بودن و با موقع اجرای برنامه با هم آشنا شدیم در اردوی رامسر و اسم من رو داشتن اینها و شماره تماسم رو داشتن، با من تماس گرفتن. باعث بسی خوشحالی من بود که این اتفاق افتاد و این سرود ضبط شد و به رادیو برده شد و آقای فردون شهبازیان اون موقع مدیر در واقع شورای رادیو بودن، این سرود رو تصفیب کردن و الان سالهاست از همون موقع تا چند سال گذشته این سرود مرتب در مراسم مختلف مورد استفاده دوباره معروف رادیو تلویزیون ایران بوده، اما خب تا چند سال گذشته اطلاع نداشتم که این سرود رو در واقع بنده اجرا کردم، ولی به محض اطلاع به نظر میاد که دیگه ازش امکان پخش بهش نمیده. نظر خود شما چی هست به عنوان یه هنرمندی جوانی که اون دوران خب اعتقاداتی داشتی، کاری رو انجام دادی، ما نمونهش رو داریم این سرود رو میبینیم، الان بعد از گذشت اون سالها چه احساسی داری؟ فکر میکنی که تاریخ چگونه پیش رفته در اون حرکت که شما داشتی؟ همیشه از همون زمان ما امیدوارانه در واقع در صف مردم بودیم، امیدواریم که در صورت این تاثیر مستقیم کار، هر گونه کار هنری تاثیر مستقیم در وجود مخاطبمون قرار بده و در بتونه به آرمانها و خواسته های مردم در واقع کمک بکنه. خب راجع به موسیقی و آهنگ و سرود صحبت کردیم. هاتف شما چند روز، شاید کمتر از چند روز، یه آهنگ جدید به نام ققنوس رو منتشر کردی، در اختیار علاقمندان دادی. در این باره توضیح بده، کی تصمیم گرفتی این کار رو بکنی و چرا اسمش ققنوسه؟ بله، از خواهم که من طی سالها ترانه های رو که می نوشتم، همون که خودتون اشاره کردین، همیشه بار اجتماعی و اعتراضی درش بوده و این ترانه به خصوص ققنوس که در واقع سمبل پرنده استقامت هست که با وجود آتش در وجود خودش دوباره بیدار میشه و به زندگی ادامه میده، حس کردم که یک سمبولیست از در واقع حرکت مردم در حال حاضر در ایران. این ترانه توسط همون جوانای داخل ایران به دست من رسید و در واقع خواستشون بود که من اجرا کنم. باعث خوشحالی منه که با کارهای قبلی من، با نوشتهای قبلی من رابطه برقرار کردن و این ترانه رو به دست من رسوندن. روی این ترانه بنده اینجا آهنگ گذاشتم و در واقع برگردوندم برای تنظیم دوباره به دست یکی از همون جوانهای رشید ایران
با حساسیت دقیق بچه ها تو ایران تنظیم شد و دوباره ایمیل شد و من اون رو به استودیو بردم و در اینجا ضبطش کردیم و بر صورت امیدوار بودم که از طریق رسانه ها به دست به گوش جمهور رسیده باشه. خب ما راجع به موسیقی و هنر صحبت کردیم، شما ظاهرا کارگردانی ویدیوهات هم خودت انجام میدی یا حداقل این کاری که ما تا لحظات دیگه پخش میکنیم اینطوره، توضیح میدی چگونه این ویدیو رو تهیه کردی و خب داستان چگونه جور شد تا کنار این شعر و ترانه قرار گرفت و آهنگ؟ از کنم من میخواستم در واقع کنجکاوی مردمی که در امریکا زندگی میکنن نسبت به حرکت ایران رو در این ویدیو بگنجونم، چون همین در زندگی روزمره ما من در طول این حرکت های اخیر برخورد داشتم با امریکایی ها و مردم سراسر دنیا که در اینجا زندگی میکنن و از من در مورد این جنبش اخیر میپرسیدن و از حال جوان های داخل ایران میپرسیدن و برام خیلی در واقع شیرین بود و حس کردم که این حرکت درخشان جوان های داخل ایران چقدر تأثیر گذاشته روی افکار عموم. حس کردم این پرسش های در واقع مردم امریکا رو در این ویدیو بگنجونم و به داخل ایران بگم که واقعا تنها نیستن و مردم جهان در پشت افکار اونها پشتیبان اونها هستن. حت حاتف 30-40 ثانیه فرصت داشته باشیم، با هم صحبت میکردیم گفتی که مایل نیستی کار از طریق یه سری از رسانه ها و تلویزیون های لس آنجلس پخش بشه، در این باره توضیح میدی چه وسواسی داری و نظرت درباره پخش کارت از صدای آمریکا چیه؟ حتما، اولا که خوب صدای آمریکا مخاطبین فراوانی داره و خب یک رسانه دولتیه و هیچ کس نفع شخصی در این رسانه نمیبره و در ضمن دوست داشتم که این سوء استفاده شخصی از این کار صورت نگیره، برای همین خوشحال بودم که بر صورت از طریق این رسانه این کار به دست مخاطبی میرسه. من از شرکت در برنامه شب آهنگ سپاسگزارم، امیدوارم روز خوبی در شهر لس آنجلس داشته باشی هاتف.